سلام، به صفحه دو خوش آمدید. حساب امیر حسین مقصودلو یا تتلو با بالای 4 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام بسته شده و گفته شده او دیگر اجازه ساختن یک حساب دیگر را ندارد. کسانی که خواهان بسته شدن حساب او بودند و به اینستاگرام شکایت بردند می گفتند او در یک پست برای رابطه جنسی با نوجوانان فراخوان داده. این داستان که یک سوی آن طرفداران حقوق کودکان و فعالان حقوق زنان قرار دارند و طرف دیگرش طرفداران تتلو، زوایای بسیاری دارد که ما اینجا در صفحه دو فقط به یک زاویه آن می‌پردازیم، بحث حد و مرز آزادی بیان در فضای مجازی. امکان دسترسی همگانی بدون سانسور به اطلاعات به عنوان مشخصه اصلی فضای مجازی مطرح شده، اما آیا واقعا این آزادی بیان بی حد و حصر است؟ در برنامه امروز در این باره سه میهمان دعوت کردیم. نازلی کانوری، نویسنده در حوزه گرایش‌های جنسی از تورنتو با ماست. نیما راشدان، پژوهشگر اینترنت از زوریخ. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر از نیویورک. خوش آمد میگم به هر سه شما. این بحث بحثی هست که همونطور گفتم زاویه فراوان داره، ولی من با یه سوال که توی توییتر هم به اشتراک گذاشتم و واکنش‌های زیادی گرفتم شروع میکنم و خیلی کوتاه میخوام نظر هر سه شما رو بدونم. میدونم که خیلی هم سخت هست که در این باره قضاوت کردن، اما آیا به نظر شما خانم کانوری تتلو قربانی هست یا خاطی مجرم؟ شاید بشه گفت هر دو، به خاطر اینکه خب از لحاظ اینکه یک محتوای بذاریم توی گیوم مجرمانه برای فراخوان دادن برای سکس با نوجوانان 15 سال به هر حال منتشر کرده و این شامل بیان هنریش هم نیست و در نتیجه یک جور بیانی بوده که در سوشال میدیا انجام داده و باید برای اون هزینه بده و مطرح بشه، مسئله‌ای که داره به هر حال به فرهنگ تجاوز کمک میکنه. از طرفی ولی برای این محتوایی که در یک پست اینترنتی یا چندین پست اینستاگرامی منتشر کرده، کل دسترسیش رو از دست داده به یه در واقع پلتفرم ارتباطی، به یه رسانه ارتباطی جدید. مشخص است که آیا این انصاف هست که همه این دسترسی رو از دست بده یا نه؟ آینا شده نظر شما؟ بله، من فکر میکنم که همونطوری که شرکت‌های بزرگی که این پلتفرم‌ها رو ایجاد کردن مثل فیسبوک یا گوگل بارها و بارها اعلام کردن، حداقل این شرکت‌ها وظیفه خودشون رو میدونن که از کاربران، خصوصاً کاربرانی که به اصطلاح زیر سن قانونی هستن، 13 سال، 14 سال، 15 سالشونه و هنوز به اون درجه از پختگی در تصمیم گیری نرسیدن که بتونن در یک فضای کاملا عقلانی و غیر احساسی تصمیم اتخاذ کنند، محافظت کنند. همینطور که میدونید در اکثر کشورهای اروپایی، در بسیاری از کشورها قوانینی داره به تصویب میرسه، مثل همین انگلستان شما امیلز لا که اینستاگرام رو مجبور میکنه یا بقیه این پلتفرما رو مجبور میکنه که اون نوع محتوایی که میتونه به نوجوانان و کودکان رو لطمه بزنه و اونها رو دوچار آسیب کنه رو با هر مقدار از هزینه و تدبیری که بخشش میتونه ماشین باشه، بخشش میتونه استخدام آدم‌هایی باشه که این محتوا رو پالایش کنن، صحیح، از روی این پلتفرم‌ها حذف کنه. بنابراین به نظر شما حق او بوده که دسترسی او به اینستاگرام برداشته شده؟ حداقل اون پست‌هایی رو که اگر به صورت مستقیم قصد داشته افراد زیر سن قانونی رو گمراه کنه، یا به هر حال من چون متخصص حقوق نیستم واقعا نمیدونم اینجا در کشورهای اروپایی age of consent متفاوت هست. بله، سن در واقع اجازه برای روابط جنسی. بله. آقای رشید نظر شما چیه؟ من اول جسارتاً یه اصلاح بکنم، من الان مدتی است با کمپین و بباشا کار نمیکنم، در نتیجه صحبتی که من میکنم انعکاس دهنده نظرات این سازمان نیستش. ببینید، من فکر میکنم که مسئله خیلی مهمی هستش که ما اینو متوجه باشیم که زمانی که ما وارد هر عضو هر وبسایتی، اپلیکیشنی، هر چیزی میشیم، ما یک سری شرایط عضویت رو پذیرفتیم که اینها یک طرفه از طرف سازنده اون پلتفرم به ما دیکته میشه. یعنی اگه ما اونو قبول نکنیم اساساً بهمون اجازه نمیدن. همون ترمز اند کاندیشنز که هممون بدون خوندن تیک میزنیم.
دقیقاً دقیقاً من خواستم دقیقاً همین رو اشاره کنم. همه میزنیم یس یس اوکی اوکی و اصلا متوجه نیستیم چه چیزی رو میخونیم. معمولا خیلی طولانی هم اینها هستن. حالا داره یه ذره تو ایران هم الان راه میفته، شرکت‌های تولید کننده یه چیزایی رو مینویسن. بنابراین بر اساس اون قراردادی که امضا شده این شرکت‌ها حق دارن به شکل یک طرفه اجازه فعالیت شما رو بگیرن، فارغ از اینکه چقدر فالوور دارین یا کی هستین. یه استثناءات نانوشته‌ای وجود داره مثل رهبران سیاسی کشورها که معمولا یه خورده بحث و جدل سرش هست، ولی با اغماز باشون برخورد میشه با اونها. دقیقاً. ولی اگه شما یه کاربر معمولی هستین و اون قواعدی که در واقع امضای الکترونیکیتون رو پاش گذاشتین رو نقض بکنین، اون شرکت قانوناً و به در واقع حتی به شکل اخلاقی یا هر چیزی که منظور قانون نوشته شده مسبب نیست، حق داره که در واقع جلوی فعالیت شما رو بگیره. بر همین اساس جلوی فعالیت ایشون هم گرفته شده. بنابراین ما هممون، همه کسایی که داریم از فضای مجازی، از پلتفرم‌های مختلف در فضای مجازی استفاده می‌کنیم، خودمون رأساً این حق رو به این شرکت‌ها که شرکت‌هایی هستند که همه با مالکیت خصوصی هستند، این حق رو واگذار کردیم. آقای رشیدی اینطوره؟ همینطور هستش. و اگر اون شرایط استفاده رو ببینید، خیلی وقتا شما چیزهای بیشتری هم واگذار میکنید. مثلا ممکنه تو اینستاگرام مثلا یه دوره‌ای این حق رو برای خودش محفوظ میدونست که عکس‌هایی که شما میذارین اونجا رو بعداً ازش استفاده تجاری بکنه. حالا اینو بعداً حذفش کرد، ولی میخوام بگم خیلی وقتا میتونه حتی فراتر از بستر حساب شما بشه، میتونه اجازه استفاده از داده‌های شما هم شامل این در واقع قراردادی که امضا میکنین بشه. صحیح. بنابراین با این حساب شما میگید اون کاری که اینستاگرام کرده برخلاف خب نظری که بعضی‌ها میدن، بر اساس قوانین اینستاگرام کاملا قانونی هست و آقای تتلو هم نمیتونه به اونها شکایتی بکنه. اما از طرف دیگه بحثی که ما داریم اینجا بحث این هست که آیا همین اتفاق، همین که ما کاربران فضای مجازی این رو بدون نگاه کردن تیک میزنیم، به این معنا هست که در واقع خودمون داریم به یک سانسور ثانویه که این سانسور یا این قوانین از طرف یک شرکت خصوصی داره به ما اعمال میشه رضایت میدیم؟ من کاری به اظهار نظر آقای تتلو ندارم، اون اظهار نظر یه جایگاهی داره که خیلی ها ممکنه بگن که جرم هست، خیلی های دیگه نظر دیگه داشته، ما اصلا راجبون صحبت نمی‌کنیم، ولی به طور عام اینطور هست. اینطور خانم کانوری؟ ببینید آره، چیزی که بحث میشه الان خیلی مسئله خصوصی سازی تعدیب کاربرا و سانسور کاربراست. قبلا یه نهادی بوده حداقل در 100 سال گذشته به اسم حکومت و دولت که اینا تعیین میکردن چه چیزایی در وادی آزادی بیان میگنجه و تبصره ها و چیزهایی که در وادی آزادی بیان نمیگنجه، از جمله مثلا فرض کن آزار رساندن به کودکان، میرفتن دنبالش و پیگیری میکردن، پیگرد قانونی داشت وقتی چیزی تخطی بود. ولی الان اتفاقی داره میفته در فضای اینترنتی، در فضای ارتباط جمعی که در اینترنت هستش، خصوصی سازی این قوانینه. هر کدوم از این شرکت‌ها شرکت‌های چند ملیتی هستن، بیشترشون در کشور آمریکا ثبت شدن، در کشورهای دیگه هم ثبت شدن، ولی هر کدوم برای خودشون یک سری قوانین گذاشتن و ما این حقوق خودمون رو به اینها واگذار می‌کنیم برای که بتونیم از پلتفرم‌ها استفاده کنیم. ولی یک عالمه سنت آزادی‌های مدنی که جامعه بشری براش جنگیده با دولت‌ها و تونسته به دست بیاره که شامل آزادی بیان میشه و حقوق آزادی بیان میشه رو واگذار می‌کنیم به این شرکت‌ها با تبصره‌های ویژه خودشون، و اینها با این تبصره‌ها دوباره هر کدوم از اینا رو بشر دوباره از اول، فرض کن زن‌ها باید برای یه سری حقوق بجنگند با این پلتفرم‌ها، فعالین دست راستی بعد برای یه سری حقوق بجنگن، و عملا سانسور خصوصی سازی شده. الان مثلا در اینستاگرام زنها بحران اینو دارن که نوک پستان زنها ممنوعه در اینستاگرام، ولی نوک پستان مردها ممنوع نیست، و خب خیلی از فعالین با این دارن مبارزه میکنن. فعالین دست راستی از مسلمان گرفته تا دست راستی مسیحی بسیار سانسور میشن در شبکه‌های اجتماعی برای محتواهایی که فراتر از بحث مذهبی. اگه یادتون باشه مثلا سر قضیه آقای قاسم سلیمانی هم بحث این بود که عکس او رو از بعضی از حساب‌ها پاک می‌کردن، حتی بعضی از شبکه‌های خبری نمیتونستن عکس او رو بذارن چون اونها هم حذف می‌شد. آقای راشدان نظر شما چیه در این باره؟ آیا به نظر شما شما همین نگرانی خانم کانوری رو دارید که یه سری حقوقی که در واقع بشر در سالهای در واقع به سده‌های گذشته براش جنگیده و به دست آورده در قوانین کشورها الان روشن هست، بعضی از شرکت‌های خصوصی الان اینها رو میتونن از افراد مختلف بگیرن؟ درسته، ولی همینطور که خودتون اشاره کردید شرکت‌های خصوصی هستن، شرکت‌های سهامی عام هستند که من و شما هم میتونیم سهامشون رو بخریم
و تنها تعهدی که مدیریت شرکت داره به سهامداران این شرکت هست، مبنی بر اینکه ارزش سهام رو عرض کنم بالا ببره. بنابراین برای خودشون یه حقوق قائل هستن، مثل یه جایی که شما میرین گلف یا بولینگ بازی میکنید، از شما میخواد که با یک لباس خاصی و با یک آداب خاصی ظاهر بشید. فرض هم بر این هست که کسی آزادی بیان شما رو محدود نکرده، به خاطر اینکه میتونید برید در یک پلتفرم دیگری در گفتگو شرکت کنید. خانم حتی... کانوری موافق نبودن، صدا ترتون رو تکون دادین خانم کانوری. ببینید این مسئله فقط حق تمام این پلتفرم‌ها، اگر محتواهایی که بهش به انگلیسی میگن user generated content، یعنی محتواهایی که کاربرا دارن تولید میکنن در این عرصه ارتباطی، و تقریبا بیش از 50% ارتباطات اینترنتی الان توسط کاربرا تولید میشه، اگر اینا نباشه سهام اینا هیچ ارزشی نداره. به واسطه این ارتباط با این ارزش افزوده‌ای که کاربرها به این پلتفرم‌ها میارن که این پلتفرم‌ها موفقن و در واقع باید یه جوری حق و حقوق کاربرا مشخص‌تر بشه. قوانین در واقع سانسور محتوا رو برعکس چیزی که آقای راشنا میگه، اول فعلا دولت‌ها رفتن سراغ این پلتفرم‌ها و قانون‌ها رو گذاشتن، چون اینا مایل بودن تا جایی که میشه آزادی بیان باشه و هیچ نوع لایبلیتی، هیچ مسئولیتی در قبال اون محتوایی که کاربرا تولید می‌کنن نداشته باشن شرکت‌ها، ولی دولت‌ها بودن که اول رفتن سراغشون و بعد انقدر پیچیده شد که هر کدوم از این پلتفرم‌ها بعد قانون‌های خودشون می‌ذاشتن و این قانون‌ها با قوانین محلی شرکت‌های چند ملیتی. مسئله پیچیده‌تر از حق یک شرکت خصوصی به دادن سرویسه، به ویژه که این سرویس به ارزش افزوده کپیتالی که، یعنی سرمایه‌ای که کاربر میاره که خود اون تولید محتواست، وابسته است و شرکت به کاربر وابسته است. آقای راشدان نظرتون رو جوی بگید. اتفاقا من اون مقدمه بود گفتم و می‌خواستم در قسمت دوم هم بحثی که ایشون فرمودن رو بگم. من خودم اتفاقا در دو سوی این استدلال سمتی ایستادم که میگم کمترین میزان فشار رگولاتوری و قانون سازی از سمت دولت‌ها روی این شرکت‌ها نبایستی گذاشته بشه، منتها استدلال طرف مقابل رو هم میفهمم. ببینید مثلا در مورد یوتیوب یا اینستاگرام یا فیسبوک، خصوصا فیسبوک، زمانی بود که واقعا هیچ یا کمتر مقررات دولتی یا محدودسازی دولتی بر این کمپانی‌ها فشار می‌آورد که به قول ایشون محتوایی رو که کاربران ایجاد می‌کنن رو محدود کنن. متا به کرات و در موارد مختلفی در جاهای مختلف دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا دیده شد که بازیگرای خارجی اومدند از این ناحیه وارد شدند، مواردی مثل کمبریج آنالیتیکال رخ داد و یه موارد بسیار زیادی اتفاق افتاد که دموکراسی رو، اساسا فرایند دموکراتیک رو، در حداقل در دنیایی که انتخابات در اون انجام میشه رو از اساس داشت با خطر روبرو می‌کرد. بنابراین استدلال طرف مقابل رو من میفهمم. ببینید اتفاقی که داره میفته این است که شما وقتی فید اینستاگرام یا یوتیوب خودتون رو یا توییتر خودتون رو میبینید، یک چیزی به نام الگوریتم، یک موارد دستچین شده ای از محتوا رو جلوی چشمان شما ظاهر میکنه. سوال این است که این شرکت ها این داده رو که انتخاب میشه برای اینکه شما ببینید رو چگونه انتخاب میکنه. من بدون اینکه در توضیح فنی این بخوام برم، به شما میگم که یکی از مواردی که انتخاب میکنن چیزیست به نام view velocity، یعنی به صورت اوتوماتیک این الگوریتم موارد مناقشه برانگیزتری تر، مواردی که منجر به بحث و عرض کنم مشارکت طرفین، خصوصا مشارکت احساسی طرفین از موارد مختلف میشه رو انتخاب میکنه و ترجیح میده بر مواردی که بحث انتقادی و عقلانی هستن. دلیل اینکه آقای تتلو لایو اینستاگرام ایشون رو 600 هزار نفر 400 هزار نفر میبینن که رکورد است، جای اتفاق نیفتاده. حالا من آقای رشیدی گفتن که محتوای رهبران سیاسی رو نمیتونن محدود کنن، به شوخی آدم اومد که واقعا محبوبیت آقای تتلو تقریبا از تمام رهبران سیاسی ما بیشتره یه جورایی، اگر به عدد و متریکس شبکه‌های اجتماعی نگاه کنیم. تعداد دنبال کننده ها بخوایم حساب کنیم، بله. نه اصلا زمانی که ایشون میاد میگه من میخوام صحبت کنم، ببینید چند نفر میان، زمانی که مثلا آقای خامنه‌ای میخواد صحبت کنه با این همه هزینه میلیارد دلاری چند نفر میان در فضای آنلاین. به هر حال قرار جالبه به این قضیه الگوریتم کردین. این کتاب
چالش های قرن 21 نووا هراری هم میگه ما هممون یه جورایی در آینده بنده این الگوریتما هستیم. اون یه بخشی از کتاب به این اختصاص داره. آقای رشیدی، اولا نظرتون راجع به این میخواستم بپرسم، و یه بحث دیگه که به نظر من تو این قضیه خیلی مهم هست همین صحبت آخر آقای راشدان هست. همه ما داریم از سوشال مدیا استفاده میکنیم، از فضای مجازی استفاده میکنیم، اما اون اینفلوئنسر یا اون تاثیرگذاری که به هر حال فالوورهای زیادتری داره، نقشش و حرفش خیلی تاثیر بیشتری داره. 100%. اصلا حالا این که من میگم شاید یه خود شوخی و جوک باشه، ولی ادامه حرف نیما، شما یادتون میاد یه زمانی تطلو اومد گفت بگین بغبغو بغبغو کل اینستاگرام برداشت. در نتیجه اینطوری نیست که فکر کنیم حالا یه نفری چند تا فالوور داره، نه، این میتونه تبعاتی داشته باشه، حالا خوب بعد هر چی فارغ از قضاوت. اما من میخوام یه زاویه دیگه این در واقع حذف محتوا رو بگم. این شرکت ها همشون این سیاست های دارن به نام content removal policy، یعنی سیاست های حذف محتوا که بر اساس بچه اساس اینا حذف میشه. ببینید تعداد این سلبریتی ها که اتفاقا تصاویر سکشوال میارن منتشر میکنن، یا دخترهایی که زیر سن قانونی هستن رو به شکل لخت میارن جلوی دوربین، فقط آقای تتلو نیست، کسان دیگه هم هستن که این کار میکنن. من اتفاقا خیلی از اینا رو ریپورت کردم و اینستاگرام اقدامی نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه میگفت اون استوری که گذاشته شده الان دیگه پاک شده، وجود نداره که من بخوام اقدام کنم. استوری آقای تتلو هم شامل همین میشد، یعنی بعد از مثلا یک روز اون هم پاک میشد و احتمالاً اگه شما فقط اون آپشن دکمه ریپورت رو میزدید پیغام مشابهی دریافت میکردید. چرا این پاک شد؟ به خاطر اینکه خارج از اون شرکت یک کامیونیتی شکل گرفته بود، یک جامعه شکل گرفته بود که واکنش نشون داد به این، شروع کرد با اون شرکت صحبت کردن و دلایلی آورد که آقا این محتوا باید حذف بشه. من فکر میکنم که راجع به این کامیونیتی، این جامعه هم باید یه مقداری حرف بزنیم که این کامیونیتی بر اساس چه معیارهایی واکنش نشون میده. چرا راجع به اون فرد دیگه‌ای که حالا من اسم نمیارم ولی مشخصش این بود که یه دخترش زیر سن قانونی تو تگزاس رو ایرانی آمریکایی آورده بودن جلوی دوربین لخت و داشتن این صحبت‌های مشابهی رو می‌کردن، چرا راجع به اونها این اتفاق نمی‌افته اینجا این اتفاق می‌افته؟ چرا به نظر شما این کامیونیتی، به نظر من سوالی که باید خودمون بپرسیم این هستش که این کامیونیتی چقدر می‌تونه، می‌خوام یه ذره با احتیاط این کلمات رو به کار ببرم، صلاحیت داشته باشه که وارد چنین حوزه‌ای بشه و فشار بیاره که محتوای X یا Y پاک بشه، محتوای Z و Y پاک نشه. بخاطر اینکه این یه چالش دیگه از هر دو سو هستش. یه عده میگن که نه نباید این اتفاق میافتاد، یه عده میگن باید اتفاق میافتاد. من میگم خود شرکته به خودی خود احتمالا واکنششون نمیداد، این فشار کامیونیتی جامعه بود. من فکر کنم که یه زاویه‌اش هم این هستش که راجع به این جامعه و نوع چقدر فقط فشار کامیونیتی یا جامعه بود، چقدر اون بحث کودک و در واقع سکس با ماینه یا رابطه جنسی با زیر سن قانونی، برای اینکه به هر حال ما میدونیم که فعالان زیادی هستند به طور روزانه ریپورت میکنن یا گزارش میکنن یا تلاش میکنن که بعضی از همین رهبران سیاسی ایران رو حساباشون رو ببندن. قبلا هم بوده، سابقه داشته، خیلی وقتا موفق نمیشن، خیلی وقتا بسته میشه برمیگرده. فکر میکنید چقدر واقعا موضوع مورد دعوا میتونه تاثیرگذار باشه؟ ببینید من فکر می‌کنم که اون فردی که راجبش داریم صحبت می‌کنیم خیلی میتونه اثرگذار باشه. این صرفاً تجربه است، ممکنه من اشتباه کنم. بر اساس تجربه خودم، تعاملاتی که با این شرکت ها داشتم، اینو خدمتتون عرض می‌کنم. شما میتونید بین صحبت‌های رهبران سیاسی دنیا، ایران و آمریکا، تا دلتون می‌خواد کلمات ریسیستی، کلمات جنسیتی، کلماتی که میتونه استدلال بشه که امنیت یک جامعه رو به خطر میندازه پیدا بکنه. آقای ترامپ شب تا صبح این حرفا رو میزنه، تو ایران آقای خامنه ای و دیگران شب تا صبح این حرفا رو میزنن. خب اما آیا نسبت به اینها واکنش نشون داده میشه؟ نه. چرا؟ چون جایگاهی که اونها توش قرار گرفتن به لحاظ با جایگاهی که یه آدمی مثل مثلا امیرحسین مقصودلو توش قرار گرفته متفاوته. و بعد طیف موافقین و مخالفین هم و متفاوت هستش. بنابراین ما میبینیم اونجایی که اون آدمه دسترسی به یک سری منابع نداره. حالا من میخوام، باز نمیخوام راجع به شخص تتلو صحبت بکنم، راجع به اون آدمی که داره این اتفاق براش میفته، دسترسی به یک سری منابع نداره. کسانی که میخوان ازش حمایت کنن اونها هم دسترسی به یک سری منابع ندارن، جامعه موافقش دسترسی به اون منابع رو نداره.
اون آدم احتمالا محتواش حذف میشه. بله. اینجا که میخوام بگم اون جامعه که داره واکنششون میده مهمه. ما با یه جامعه روبرو هستیم که به یک سری منابع دسترسی داره، در نتیجه میتونه یک کارهایی رو انجام بده. بله. با یک جامعه متوجه. چون وقت کم هست، من خواهش میکنم همه خیلی پاسخاتون رو محدود نگه دارین. میخوام کامل نظرتون راجع به این بپرسم، به خصوص من دیدم که شما در یکی تو از توییتاتون نوشته بودین اولین توصیه‌تون این هستش که تتلو بره یه وکیل بگیره. چرا فکر میکنید، حالا فارغ از این بحث شخص آقای تتلو، چرا فکر میکنید که لازم هست که افراد اطلاعات کافی قانونی و حقوقی داشته باشن وقتی که درگیر یه همچین پرونده هایی هستن؟ من با آقای تتلو سمپاتی یا همدردی سر اینکه فراخوان میده برای در واقع سکس با کودکان یا نوجوانان 15 ساله ندارم. خب ولی با این من متوجه شدم یک ناآگاهی کلی داره، یعنی تیمی که به هر حال یک شبکه‌هایی از بچه‌های فمینیست خبرنگار و تکنولوژیستایی که ارتباط دارن با این پلتفرما، دنبال این بودن که اکانتش از همه جا حذف کنن و این آزادی بیانش به شدت مختل شده بود به نظر من. یعنی که با میتونستیم محتوا رو فقط اینا در واقع هدفمند دنبالش برن تا اینکه این اینفلوئنسر رو برن دنبالش. ما تو آقای تتلو من متوجه شدم اصلا کاملا ناآگاه در مورد اینکه همین قوانین پلتفرم ها چیه، قوانین محل زندگیش چیه. بله. مسئله اصلا سکس از آقای تتلو بگذاریم، چند درصد جامعه که از فضای مجازی استفاده میکنن فکر میکنین آشنا هستن به این جور چیزها؟ به نظر من اینا چیزایی که باید در موردش آگاهی رسانی بشه. ما در مورد جامعه ایران همین مسئله فرهنگ تجاوز، چیزی که آقای تتلو برگشته میگه که مثلا خانومی که چاک پستانش رو منشون میده من حق دارم برم و دنبالش باشم، من باید چی کار کنم، اینا پرسشاییه که خیلی وقت در واقع مطرحه. اینکه در واقع تقصیر موضوع تجاوز جنسی به گفته به گردن قربانی گذاشته میشه، ولی ما هم براش آگاهی رسانی کافی نکردیم که آقای تتلو که یه اینفلوئنسر معروفیه، به قولی تو یوم شاخ اینستاگرامی سلبریتیه، نمیدونه، آگاه نیست، فناش آگاه نیستن که خط قرمزا کجاست. به نظر من حداقل و این خط قرمزا، دقیقاً این خط قرمزا کجاست؟ آیا همین بحث ما این هستش که این خط قرمزها بر اساس قوانین کشورها تعیین میشه، یا فقط الان اون گایدلاین یا اون در واقع اون چیزی که همه باید ما پیروی کنیم ازش همون بحثی هستش که اولش کردیم، شرکت ها به ما دیکته میکنن؟ اولین باری که محدودیت رو آزادی بیان گذاشته شد در مورد مسئله پورنوگرافی کودک، در مورد مسئله آزارهای جنسی با کودکان، بزرگترین نگرانی تقریبا تمام دولت‌ها بوده همیشه که کودکانو در برابر خشونت‌های چه سکشوال چه خشونت‌های دیگه محافظت کنه. بله بله. این واقعا یک خط قرمز بزرگ در حوزه آزادی بیان در همه جای دنیاست. آقای تتلو اگر در بیان هنریش فرض کن ما ناباکوف رو داریم که لولیتا رو می‌نویسه، ها اگر در بیان هنریش در مورد چیزی حرف می‌زد که یک رابطه جنسی با کودکان بود، میشد از زیرش در رفت، ها صحیح. یعنی میشه از نظر قانونی خب بزنید من این بحث با آقای راشدان نمار کنم، اگه باید میگم خیلی کوتاه بگید، بحث ما خیلی جالبه ولی وقتمون کم. آقای راشدان، خود همین آقای تتلو میگه، خیلی های دیگه میگن قوانین در جاهای مختلف فرق داره، فرهنگ ها فرق داره، عرف ها فرق داره. در ایران همین الان بخشی از جامعه دختر زیر 15 سال هم ازدواج میکنه و یعنی میخوام بگم که خیلی فرق میکنه با اون چیزی که ما در غرب میشناسیم یا بعضی کشورها دارن. بله، من نمیدونم راستش، من از لحاظ حقوقی واقعا نمیدونم که در ترکیه چطوره. به لحاظ در ترکیه 18 ساله سن به لحاظ عرف، اگر در امروز در اروپا یک هنرمندی امروز در اروپا یک هنرمند یک همچین تقاضایی رو بکنه، به نظرم از جامعه هنری طرد میشه. در مواردی بوده، مثلا آقای رومن پولانسکی این تقاضا رو نکرده، عملا این کار رو انجام داده و در دادگاه ثابت شده و هیچ هنرمندی به اندازه ایشون تا همین سال گذشته جایزه نگرفته. ولی امروز شرایط متفاوته به لحاظ جنبش میتو یا اتفاقاتی که افتاده و اتفاقا این کاری که همین بحثی که ما امروز داریم میکنیم راجع به آقای تتلو، حالا من میگم آقای تتلو خندم میگیره، آقای من فکر نکنم تتلو در عمرش به اندازه این برنامه کسی بهش گفت آقای تتلو. عرض کنم که قدری آگاهی سازی میکنه، فرهنگ سازی میکنه برای اینکه جامعه، افرادی که نشنیدن نظرشون جلب بشه، که خب این موارد وجود داره و حساسیت ایجاد بشه. اما میدونید حقیقتش، من به عنوان فردی که یه قدری از روابط عمومی و بازاریابی اطلاع داره،
به نظرم آقای تتلو یا تتلو این کار رو کاملا با قصد قبلی کرده. کارهای قبلی هم که کرده بود که اکانتش قبلا بسته شد، هم هر بار که اکانتش بسته شد بازداشت شد، چاقو خورد، یکی 2 میلیون نفر به طرفدارانش اضافه شد. حاصل این بحثی هم که ما امروز داریم و داریم راجع به ایشون صحبت میکنیم این است که طرفدارشون از این ساعتی که الان داریم هم زیادتر خواهد شد. نکته جالبی رو اشاره کردید. یه دقیقه وقت داریم، میخوام از کارشناسش بپرسم. آقای رشیدی، آیا به نظر شما اینطور میشه با توجه به اینکه آقای اینستاگرام گفته او اجازه نداره برگرده به اینستاگرام دست کم تا الان؟ به نظر میاد دیگه نمیخوان، حتی یه فن پیج در واقع صفحه هوادارانش هم که بود در اختیاریشون قرار دادن، اون صفحه رو مسدود کردن. به نظر میاد جلوش گرفتن نیاد. و میخوام بگم که با نیما هم من موافقم، بخش زیادی از این فعالیت ها امثال این حالا بگیم سلبریتی ها در واقع دنبال جذب مخاطب بیشتر هستن و به این فکر نمیکنن که در واقع تبعات کاری که میکنن چه چیزی میتونه باشه و اون جامعه اون سمت چه واکنشی میتونه نشون بده. خیلی متشکرم. نکته کوچیک آن است که من خواهش میکنم از فعالان مدنی که این کار رو دنبال میکنن این رو همیشه در خاطر داشته باشن که جمهوری اسلامی ایران در همین ترکیه 2 روزنامه‌نگار رو به قتل رسونده، بارها تلاش کردن همین فرد رو برگردونن به ایران. بنابراین من دغدغه ها و فرهنگ سازی رو میفهمم، ولی همیشه هم حواسشون باشه که یک جوری کمک نکنن به جمهوری اسلامی. متشکرم، به نکته جالبی اشاره کردید. ممنونم از شما خانم کانوری، آقای راشدان و آقای رشیدی. بحث بسیار جالبی ولی وقت ما متاسفانه محدوده. ممنونم از شما که این برنامه رو دنبال کردید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.